فقط خبرها. پایان رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. نگرانی از حمله باعث شد مشارکت از 5 سال پیش کمتر شود. نتایج اولیه انتخابات 3 هفته دیگر. محمد اشرف غنی از نامزدهای اصلی بر شفافیت تاکید کرد. اعمالی که قبلا از نگاه اخلاقی قابل توجیه نبود امروز جرم است و وضاحت کامل داشته باشیم که مرجع شکایت قانون کمیسیون محترم شکایت است و ان شاء الله تعالی از به هر نوع شکایت بررسی خواهد کردن. شتاب گرفتن فرایند استیضاح ترامپ در کنگره آمریکا. مایک پومپئو تا جمعه فرصت دارد مدارک را ارائه کند. 5 مقام وزارت خارجه هم احضار شدند. و ماراتون دوحه، انتقادها از مسابقه‌ای که به خاطر گرمای هوا و رطوبت بالا شب برگزار شد. سلام، خوش اومدید به بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از 1 بار تمدید مهلت رأی‌گیری به پایان رسید. قرار بود انتخابات ساعت 3 عصر به پایان برسد، ولی کمیسیون مستقل انتخابات آن را 2 ساعت تمدید کرد. ناظران میگویند میزان مشارکت در مقایسه با انتخابات 5 سال پیش کمتر بوده و گفته شده این به دلیل نگرانی‌های امنیتی است. طالبان از مردم خواستند در انتخابات شرکت نکنند. به چند مرکز رأی‌گیری حمله شده و دست کم 4 نفر کشته شدند و 72 نفر زخمی. اکثر زخمی‌ها زنان و کودکان. در این انتخابات 13 نفر رقابت کردند، از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی که اصلا ناجی گزارش می‌دهد. ساعت اول رأی‌گیری اینجا در هرات در شمال غرب افغانستان. گزارش ها حاکی است که استقبال مردم از رأی‌گیری در بعضی از نقاط کشور بسیار خوب بوده. علی‌رغم تهدیدهای طالبان به بمب‌گذاری و خونریزی برای جلوگیری از این روند تغییر در کشور از طریق صندوق رأی. روز در فضای صلح آمدم رأی بدهم و از رئیس جمهور آینده می‌خواهم که برای صلح و امنیت و برای زنان قدم‌های مثبتی بردارد. رأی‌گیری کمی پیچیده برای جلوگیری از تقلب‌های وسیع که انتخابات قبلی ریاست جمهوری و پارلمانی کشور را به شدت خدشه‌دار کرد. این بار انتخابات با استفاده از دستگاه‌های بیومتریک برای تطابق بهتر رأی و رأی دهنده. در کابل در میان تدابیر امنیتی شدید 2 کاندیدای عمده ریاست جمهوری رأیشان را در ساعت اول رأی‌گیری به صندوق ها ریخت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت فعلی که در روزها و هفته های اخیر در گوش و کنار کشور قول داده است امنیت را به کشور برگرداند. از نیروهای طالب ها که تهدید کردن، خطاب من به حیث یک شهروند کشور و هم به حیث یک راینده و کاندیدی است که تهدید مردم بیگناه قوت شما را نشان نمیده. تلفات مردم بیگناه خیر را به شما عاید نمیسازد. اشرف غنی رئیس جمهوری هم که میخواهد برای بار دوم رئیس جمهور کشور شود، هنگام رأی دادن علیه تقلب در انتخابات هشدار داد. در کنار تهدید به خونریزی طالبان، تقلب در سطح وسیع میتواند این انتخابات را از مسیرش خارج کند و کشور را نه به ثبات که به هرج و مرج بیشتر سوق دهد. تصویر بزرگ او در داخل حوزه رأی‌گیری سوال برانگیز. اما عرض من به هر هموطن زن و مرد ایست که جلوگیری از تقلب و تأمین شفافیت وظیفه هر شهروند افغان و هر هموطن ماست. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم رأی داد. او گفته است اگر تقلب شود دست به اسلحه خواهد برد.
سخنانی که خیلی ها را به یاد نقش او در خونریزی های کابل در تاریک ترین دوران تاریخ اخیر افغانستان می اندازد. حدود 70,000 نفر از نیروهای امنیتی کار حفظ امنیت انتخابات را به دوش داشتند. طالبان تهدید کرده بودند که انتخابات را مختل می کنند. اما انتخابات در مجموع بسیار آرامتر از آنچه که انتظار می رفت برگزار شد. تنها با چند کشته و زخمی. در قندهار زمانی پایگاه بزرگ طالبان امروز تعداد رای دهنده کم نبود. یک نهی بزرگ به طالبان که گفتند این انتخابات زیر سایه حضور نیروهای خارجی در کشور مشروعیت ندارد. این رای دهنده میگوید به کاندیدای مورد علاقش رای داده که امیدوار است صلح و امنیت را به افغانستان برگرداند. در اوج ناآرامی ها این انتخابات میتواند سرنوشت ساز باشد. در بعضی از دورترین نقاط کشور امروز مردم امیدوارند بتوانند با رأیشان در تعیین سرنوشتشان سهمی داشته باشند. شاید بشود امنیت را به کشور برگرداند و کشور را در مسیر صلح و آرامش و رونق قرار داد. کسرانجی بی بی سی. خبرنگار ما علی حسینی از کمیسیون مستقل انتخابات در کابل با ماست. علی، یک ساعت پیش که صحبت می‌کردیم می‌گفتی قرار هست که در واقع بیانیه‌ای صادر بشه یا صحبت بکنن با مردم و به خصوص راجع به میزان مشارکت. چه چیزی حالا می‌دونیم به نسبت یک ساعت پیش؟ قرار بود برای چندمین بار اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیاین و در آنجا کنفرانس خبریشان را برگزار کنند و در رابطه با چهارمین انتخابات ریاست جمهوری صحبت کنند، اما حدود نیم ساعت که میگذره هنوز این کنفرانسشان برگزار نشده. خبرنگارا همچنان منتظر هستند تا بیایند و قرار بود در این کنفرانس و نشست خبریشان به موضوعات فنی و تکنیکی انتخابات امروز بپردازند. همچنان منتظر هستیم تا بدانیم که چه میخواهند بگن. اما قبل از اون یک ساعت پیش هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به شدت تعریف کرد از انتخابات امروز و گفت که در تاریخ افغانستان چون انتخاباتی برگزار نشده، سالم‌ترین و منظم‌ترین انتخابات ریاست جمهوری این انتخابات امروز را عنوان کرد. در کنار او بعضی از آمارها را ارائه کرد که نشان بده که این انتخابات خوب برگزار شده، اما این نظر کمیسیون انتخابات است. از اطراف افغانستان، از نقاط مختلف و احزاب و افراد مختلف نظر متفاوتی دارند. گزارش های از بی‌نظمی های انتخاباتی هم ارائه شده. فعلا در حال حاضر نمیشه دقیق صحبت کرد که امروز انتخابات چه گذشته. باید منتظر بمانیم که نتایج نهادهای نظارتی و همچنین نتایج خود کمیسیون انتخابات چی است. فعلا منتظر هستیم، ولی کمیسیون اطمینان داده که امشب سطح مشارکت رای دهندگان را مطرح ارائه میکنند. اما باید بدانیم که کمیسیون بارها تاکید کرده که 10 میلیون نفر برای این انتخابات ثبت نام کرده. این موضوع باید ذکر شود که بخش عمده ای از افرادی که در این ده بیش از 9 میلیون نفر نامشان آمده، بخش عمده ایشان در انتخابات پارلمانی چند ماه پیش ثبت نام کرده است. مشخص نیست که آیا قرار هم بوده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند یا نه. ممنونم علی. فکر می‌کنم که به محض اینکه اون کنفرانس خبری تشکیل بشه تو اونجا هستی و آخرین ها رو با ما در میون خواهی گذاشت. اگر برنامه زنده داشته باشیم اون کنفرانس رو ما هم حتما سعی خواهیم کرد که پخش بکنیم. اما همزمان فرامرز تمنا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از کابل با ما هست. آقای تمنا، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. اول به ما بگید که آیا راضی بودید از روند برگزاری انتخابات امروز؟ عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان ارجمند شما. در نتیجه انتخابات امروز کسانی که پیروز هستند تبیز که ملت افغانستان هستند. رویم رفته هر انتخاباتی از جمله انتخابات افغانستان دو بود میتوانه داشته باشه و قضاوت ما در برای انتخابات هم بر اساس دو بود است. یک بود بوروکراتیک و دیوان سالارانه و تکنیکی انتخابات است و دوم بود مشارکتی و مردمی انتخابات.
از دید ما در ابعاد تکنیکی و بروکراتیک و تجهیزات و لوجستیک انتخابات واقعیت است که کمیسیون مستقل انتخابات بسیار خوب کار کرد. از منظر مدیریت انتخابات ما یک انتخابات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. تمام آمادگی ها گرفته شده بود و تجهیزات و تسهیلات به اکثر نقاطی که امنیت اجازه میداد رسیده بود. اما مسئله ای که بعد دوم انتخابات بس مشارکت هست و بعد بعد مردمی قضیه هست که متاسفانه مشارکت شهروندان مشارکت همگانی نبود و مشارکت نبود که متناسب با واجدین شرایط رای دهی در افغانستان باشه. این رو آیا ناظرین شما که در صندوق های رای حاضر بودن به اطلاع شما رسوندن یا نگاه خودتون هست؟ ما هم ناظرین ما و هم آنچه که رسانه ها گزارش دادند و هم مشاهدات شخص ما و تیم ما، اینا همه نتیجه صحبت هایی بود که من خدمت شما اعلام کردم. و نتیجه انتخابات که سه هفته دیگه اعلام خواهد شد، آیا شما هرچه باشه اون رو خواهید پذیرفت؟ طبیعی است که وقتی کسی میخواد رئیس جمهور افغانستان بشه، اولین شرطی است که به نهادهای ملی خود احترام بگذاره و اونا رو بپذیره. ما میپذیریم اگر تقلب کلان و مشاهده نرسد. طبیعی است که در تمام انتخابهای دنیا درصدی از تقلب وجود داره، حالا در کشورهای مختلف ممکنه متفاوت باشه، ولی نتیجه انتخابات بله ما میپذیریم در صورتی که تقلب مشهودی نباشه. اما شما سه هفته گفتین با توجه به ای که تعداد کمتری مشارکت کردن در انتخابات، آرزومند هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات ایره نه در سر هفته، حتی در یک هفته که میتوانه که رأی ها رو بشموره و نتیجه نهایی رو اعلام بکنه. شما آیا در واقع قصد دارید که شکایتی هم به کمیسیون مستقل انتخابات تقدیم بکنید یا نه؟ بله، ما چند مورد شکایت هست که طور مستند پیش ما هست، از جمله کار نکردن دستگاه های بایومتریک است در بعضی از مناطق، پیدا نشدن نام یک شخص در لیست کمیسیون انتخابات هست. در این دو مورد برخی شکایاتی هست و همچنین تیم حاکم در آخرین لحظات رای دهی هم بعضن مکانیزم‌های تشویقی از جمله دادن پول به رای دهندگان داشته تا اونا را اقناع بکنه که به دو تیم حاکم رای بدن. اینا هم مستندات پیش ما است که به کمیسیون شکایات ارائه می شود. آقای تمنا، شما خودتون در وزارت خارجه افغانستان پست‌های کلیدی داشتید. اگر میزان مشارکت کم باشه اونطور که پیش بینی شده، اون وقت فکر میکنید که این مشروعیت دولت رو در امور بین المللی که باید پیگیری بکنه و همینطور در امور داخلی، مثلا اگر مذاکرات صلحی دوباره بخواد با طالبان در بگیره، این دولت آینده رو در چه شرایطی قرار میده؟ ببینید، بحث شما بحث درستی هست. وقتی که یک دولت میخواهد که بر 34 میلیون جمعیت یک کشور حکم روایی بکنه، حداقل 50% جمعیت یک نفر حداقل واجدین شرایط باید رأی اونا را داشته باشه. اما در انتخاباتی که حدود 2 میلیون و کمتر شرکت کردن، در خوشبینانه ترین وضعیت اگر یک کاندید بتوانه 50% آرا را بیاره، این حدود 1 میلیون میشه و نسبت به واجدین شرایط که حدود 15 میلیون هستند، این بسیار یک جمعیت اندکی است. لذا بله، این با مسئله مواجه است. اما ما یک چیز نباید فراموش بکنیم که افغانستان به عنوان کشوری هست که در حال تجربه دموکراسی است. ما در حال نهادینه کردن دموکراسی هستیم. طبیعی است تا این کودک کلان بشود و به یک دموکراسی بالغ تبدیل بشود، ما به یک دموکراسی نسبی قناعت میکنیم و ایره برای دسترسی به افغانستان آزاد و آباد و مستقل و دموکرات در آینده یک گام مثبت میدانیم. ممنونم ازتون آقای تمنا، فرماز تمنا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری. با ما به میانه برنامه رسیدیم. نگاهی بکنیم به عناوین مهم خبری روز. درگیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. مشارکت از دور قبل کمتر بود و نتایج اولیه 3 هفته دیگر مشخص خواهد شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواهان شفافیت کامل در تمامی مراحل انتخابات امروز شد. در ادامه برنامه، ماراتون قطر در چنگال گرما و رطوبت، برگزاری مسابقه در شب هم نتوانست جلوی کنار کشیدن دوندگان و انتقادها را بگیرد.
تحقیقات مقدماتی درباره استیضای رئیس جمهوری آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده. سه کمیته پرنفوذ مجلس نمایندگان احضاریه‌ای برای مایک پومپئو وزیر خارجه صادر کردند تا همه مدارک مربوط به ارتباط دولت ترامپ با اوکراین را ظرف یک هفته تحویل دهد. آقای ترامپ متهم است که با سوء استفاده از مقامش رئیس جمهوری اوکراین را تحت فشار گذاشته تا درباره جو بایدن رقیب دموکراتش در انتخابات ریاست جمهوری تحقیق کند. مجلس نمایندگان 5 کارمند وزارت خارجه را هم احضار کرده، از جمله کرت ووکر نماینده ویژه آمریکا در اوکراین که حالا استعفا کرده. باران عباسی گزارش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا این روزها در نیویورک سرگرم دیدار با همتایان و رهبران کشورهای عضو سازمان ملل. مایک پومپئو اما باید به زودی راهی پایتخت شود، جایی که احضاریه مجلس نمایندگان انتظارش را می‌کشد. برای ارائه همه اسناد و مدارک مربوط به ارتباط دولت ترامپ و اوکراین. دونالد ترامپ و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی 2 روز پیش در نیویورک دیدار کردند. مکالمه تلفنی این دو چند ماه پیش آقای ترامپ را در خطر استیضاح قرار داده. در این گفتگو که کاخ سفید متن آن را منتشر کرده، دونالد ترامپ از آقای زلنسکی می‌خواهد درباره فرزند جو بایدن، رقیب انتخاباتیش که چند سال پیش در اوکراین کار می‌کرده، تحقیق کند. دموکرات‌ها می‌گویند این سوء استفاده از قدرت است، اقدامی که چاره‌ای جز استیضاح برای آنها باقی نگذاشته. این مسئله امنیت ملی کشورمونه. رئیس جمهوری آمریکا سوگند ریاست جمهوری رو نقض کرده و امنیت ملی ما رو به خطر انداخته و به روند انتخابات خدشه وارد کرده. پاسخ دونالد ترامپ و اعضای دولتش تا به حال تکذیب همه اتهام ها بوده و آگهی تلویزیونی که دموکرات ها را به تلاش برای انحراف انتخابات متهم می کند. استراتژی که روی همه تاثیرگذار نبوده. این نامه ای است که بیش از 300 مقام پیشین سازمان‌های امنیتی آمریکا امضا کردند در حمایت از استیضاح دونالد ترامپ. و این زنی که در دوره قبلی انتخابات از آقای ترامپ شکست خورد. در یکی از سخنرانی‌هایی که این روزها کمتر از او دیده می‌شود. متاسفانه مدت هاست می دانیم دونالد ترامپ چه جور آدمی است. می دانستیم که یک تاجر فاسد بوده که مردم را فریب می داده. می دانیم که او و تیم انتخاباتیش از خارجی ها خواستند تا در انتخابات دست ببرند. و حالا می دانیم که او زمان ریاست جمهوریش منافع شخصی و سیاسی خودش را بر منافع همه مردم آمریکا مقدم دانسته و به این ترتیب امنیت همه ما را به خطر انداخته. و البته جو بایدن، معاون رئیس جمهوری در دولت اوباما، رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ و کسی که موضوع مکالمه او با رئیس جمهوری اوکراین بوده. ما رئیس جمهوری داریم که سوگند ریاست جمهوری را نقض کرده. رئیس جمهوری که امنیت ملی ما را به خطر انداخته. رئیس جمهوری که ممکنه مرتکب جرم شده باشه. رئیس جمهوری که از مقامش و پول مالیات شما سوء استفاده کرده تا رهبر یک کشور دیگر رو بار دیگه وادار به دخالت در انتخابات کشور ما کنه. واضحه که برای موندن در قدرت از هیچ کاری فروگذار نمی کنه. در سیاست آمریکا از این ایالت تا آن شهر این روزها فصل سلفی گرفتن است. جو بایدن شاید از بحرانی که دامن دونالد ترامپ را گرفته خوشنود باشد. اما تا روز انتخابات راه درازی در پیش است و تلاش دموکرات ها برای استیضاح دونالد ترامپ ممکن است با لبخند به پایان نرسد. باران عباسی، بی بی سی. کامیز فتایی همکارم از واشنگتن با ماست. کامیز، آقای ترامپ بارها در حداقل آستانه استیضاح تا آستانه استیضاح رفته اما این اتفاق نیفتاده. چقدر این بار قضیه جدی است؟ خب قضیه این بار بسیار جدی‌تر هست و البته تحقیقاتی که در گذشته انجام شد به نام تحقیق و تفحص مقدماتی به نام استیضاح نبود، هرچند این خطر وجود داشت، منتها این تحقیقات رسما تحت عنوان استیضاح احتمالی آغاز شده و به هر حال
بسیار جدی به نظر میرسه، به علی رغم اینکه الان کنگره آمریکا از دیروز در عمل اعضاش دو هفته رفتن تعطیلات، علی رغم این تعطیلات اعضای کمیته‌های اصلی فعال هستند و الان میبینیم که 5 مقام ارشد وزارت خارجه رو احضار دارن میکنن برای پنجشنبه آینده که بیان و از اونها قرار سوال جواب بشه. از مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته خواسته شد که یک سری اسناد و مدارک محرمانه‌ای رو تحویل بده، از جمله متن کامل مکالمه رهبران آمریکا و اوکراین که در واقع در کانون این بحران قرار داره. البته بعد این رو تاکید کنم که فعلا تحقیقات مقدماتی هست، اگر اینها بعد از این رشته تحقیقات به این نتیجه برسن که مدارک کافی برای استیضاح رو دارن، اون وقت پروسه استیضاح آغاز خواهد شد. همزمان گفته میشه که کاخ سفید جلوی دسترسی خبرنگاران به مکالمات آقای ترامپ با پوتین و ولادیمیر پوتین و محمد بن سلمان عربستان رو هم گرفته. چقدر اون در اون نقطه ممکن هست شرایط اگر اون مکالمات رو بشه برای آقای ترامپ شرایط رو بدتر بکنه؟ خب نه فقط خبرنگاران که، بلکه بسیاری از میشه گفت مقامات داخل کاخ سفید و دولت آمریکا هم دسترسی به اون رو ندارن. اون چیزی که رسانه‌های آمریکا دارن میگن یک سیستم کامپیوتری بسیار بسیار سری و فوق سری در کاخ سفید هست که مخصوص در واقع محافظت از اسناد بسیار محرمانه و حساس. مثلا اگر آمریکا در کشور دیگری مشغول یک عملیات سری هست یا مسائل از این دست رو، اینها به صورت کدگذاری شده و رمزگذاری شده در این سیستم کامپیوترها محافظت میکنن. دسترسیش هم شاید مثلا 4-5 نفر دسترسی بیشتر به اون نداشته باشن، از جمله رئیس جمهور یا مقامات بسیار بسیار نزدیک به او. چیزی که الان داره در رسانه‌های آمریکا منتشر میشه این است که برخی اسنادی که آقای ترامپ صحبت‌هایی که کرده، مکالمات البته کاملش، از جمله با رهبران عربستان سعودی، با سفیر روسیه، سفیر سابق روسیه در واشنگتن که دیدار جنجالی که داشتن در سال 2017 و همینطور مکالمه کاملش با زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، اسنادی از این دست، یعنی صحبت‌های آقای ترامپ رو دارن اینها به صورت کدگذاری شده بسیار سری از دسترس نه فقط عموم یا مقامات شاید وزارت خارجه، بلکه از داخل کاخ سفید هم کسی به اینها دسترسی نداره. این چیزی است که الان دموکرات‌ها دنبالش هستن در راستای تحقیقاتی که دارن انجام میدن برای استیضاح. ممنون ازت کامیز فتایی همکارم از واشنگتن. عادل عبدالمهدی رئیس جمهوری عراق دستور بازگشایی گذرگاه مرزی قائم یا بوکمار را میان سوریه و عراق صادر کرده. این گذرگاه از 5 سال پیش که به اشغال داعش درآمد بسته بود. در رسانه‌های عربی نسبت به بازگشایی این گذرگاه ابراز نگرانی شده. همکارم مرتاد فرهمند اینجا در استودیو با ماست. مرتاد، دلیل این نگرانی‌ها چیه؟ بیشتر چی میگن؟ بیشتر به نظر میرسه که هیاهوی رسانه‌ای باشه. ابراز نگرانی میکنن از این که اگر این گذرگاه باز بشه، بعد راه عبور و مرور سلاح میان عراق و سوریه باز خواهد شد، جای راهی که در واقع ایران ازش استفاده ممکنه بکنه برای اینکه سلاح برسونه به سوریه و حتی به حزب الله لبنان. اما نکته اینه که این گذرگاه 2 ساله که در اختیار 8 شعبی از این سو و در اختیار ارتش سوریه از آن سو، و این یعنی اگر ایران میخواست به این دسترسی داشته باشه از 2 سال پیش این دسترسی بود. اینکه این گذرگاه الان قرار باز بشه، در واقع بر روی شهروندان عادی قرار باز بشه و تفاوتی در وضعیت اونجا نخواهد کرد. عادل عبدالمهدی هفته پیش در عربستان بود، قرار هست به ایران هم سفری بکنه. آیا میدونیم که این رفت و آمدها در واقع هدفش چیست؟ همه گمانه ها و نظرهای ناظران حاکی از اینه که ربط داره به مسائلی که اخیراً میان ایران و عربستان ایجاد شده در خصوص هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی آرامکو. و چهارشنبه درست همون زمانی که آقای روحانی در نیویورک بود و همه نظارگر بودن که آیا در اونجا گشایشی در روابط ایران و آمریکا که به تبع به عربستان هم مربوط میشه رخ خواهد داد یا نه، آقای عادل عبدالمهدی رفته بود ریاض و سفری چند ساعته به اونجا داشت و حالا قرار است که در
گویا اونطور که گفته میشه پس فردا بره به تهران و نتیجه اون سفر رو شاید در اونجا بخواد بیان بکنه. هرچند اگر که این سفری که به عربستان داشت نتیجه بلافاصله ازش حاصل میشد، این رو ما میتونستیم در سخنان آقای روحانی که بعد از اون سفر عربستان انجام شد نشانه‌هایی ازش ببینیم. اما به هر حال خود آقای روحانی هم این رو اشاره کرده که کانال‌هایی برای مذاکره با عربستان داره. به طور مشخص به عمران خان نخست وزیر پاکستان اشاره کرد و همچنین نقشی که رئیس جمهور عراق ایفا میکنه که بار اول هم نیست امسال که میان تهران و ریاض رفت آمد میکنه. من باید اصلاح بکنم که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اصلا من به اشتباه رئیس جمهور. اما ماراتون دوحه که دیشب برگزار شد در نوع خود استثنایی بود، به این دلیل که دوندگان به جای روز در شب میدویدند. برگزار کنندگان به دلیل گرما و رطوبت بالا این تصمیم رو گرفتن، اما باز هم این شب پاییزی دوحه اونقدر گرم و مرطوب بود که روی عملکرد ورزشکاران اثر گذاشت. این مسئله انتقادهایی رو از قطر در پی داشته. شبنم شعبانی گزارش میده. در تاریکی جمعه شب در دوحه بسیاری نخوابیدند. زیر پوست این شهر ساحلی، پایتخت بلند پرواز قطر، یک مسابقه ماراتون برگزار شد. مسابقه تاریخی هم برای قطر که رویای بدل شدن به قطبی ورزشی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس را در سر دارد و هم برای شرکت کنندگان که به جای روز در شب دویدند. دلیلش دمای نسبتاً بالای هوا در روزهای دوحه. با اینکه تابستان تمام شده، اما گرمای این شب پاییزی مرطوب دوحه کار را تا حدودی برای شرکت کنندگان و حتی تماشاچیان دشوار کرد. اول از همه الان نصف شبه و فردا خیلی باید برن سر کار. حقیقت اینه که بسیار گرمه، حدود 35 درجه. رطوبت هوا هم در حدود 70%. واقعا عجیبه که هنوز عده‌ای بیرون هستند. گزارش شده که 28 نفر از 68 شرکت کننده ماراتن در میانه راه مسابقه را ترک کردند، از جمله دوندگان بریتانیا و اسرائیل، عمدتاً به دلیل گرمای زیاد و رطوبت بالا. حتی برنده کنیایی مسابقه هم 15 دقیقه کندتر از رکورد جهانی به خط پایان رسید، اتفاقی که حالا باز هم داغ منتقدان برگزاری مسابقات ورزشی را در این شهر گرم و مرطوب تازه کرده. آن هم بعد از جنجال‌های طولانی درباره میزبانی قطر برای جام جهانی آینده فوتبال و گزارش‌هایی که از خسارات جانی به کارگران پروژه‌های تأسیس ورزشگاه‌ها در این کشور منتشر شده. مقامات قطری اما از میزبانی خود دفاع می‌کنند و می‌گویند برای خنک و مناسب نگه داشتن محیط مسابقه‌ها هزینه بسیار کردند. و هذا الماراثون الليله اول مره اعتقد في البته که ما اینجا برای تماشا جمع شدیم. این یک شب تاریخیه. این درسته که به خاطر رطوبت کار برای ورزشکارا کمی سخت‌تره. فعلا الطقس اليوم شويه فيه رطوبه وممكن من برای همه آرزوی موفقیت میکنم. فان شاء الله الله يوفق الجميع. هرچه هست میزبانی یکی از مهمترین رقابت‌های جهانی به قطر رسیده و تنها باید امیدوار بود که تمهیدات قطری‌ها برای سالن‌ها از گرمای هوا بکاهد و بر تبوت‌ها به رقابت‌ها بیفزاید. شبنم شعبانی، بی بی سی. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا در دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.